یک نسخه خطی قرآن با صفحات تلاکاری شده به تازگی در مزاده ببخشید یک نسخه خطی قرآن با صفحات طلاکاری شده به تازگی در مزایده در لندن عرضه شده است این قرآن نفیس که دارای صفحاتی مزین به طلا همراه با نقاشی های چینی از درختان و طبیعت است در حقیقت دلیلی بر روابط دیپلماتیک پادشاهی تیموریان در ایران و امپراتوری مینگ در چین بوده است. قرآن مذکور بر روی کاغذی که از چین وارد شده نگاشته شده است. چرا که در آن زمان در سفرهای حکومتی میان مقامات ایران و چین سفیران دو کشور اجناسی چون ابریشم، سفال و کاغذ را به کشورشان می‌بردند. کاغذ چینی نفیس نیز از جمله این اجناس بود که نسخه های خطی بر آن نوشته میشد. رنگ صفحات این قرآن ارزشمند به رنگ های ارغوانی، پرتغالی، آبی و سرخ و سبز است. چرا که استفاده از کاغذ های رنگی در نسخه های خطی آن زمان کاری شناخته شده در جهان اسلام به شمار می رفت. از دیگر مشخصه های این نسخه قرآن نفیس آن است که آیات قرآن بر روی کاغذ های مخصوصی نوشته شده که کاملا سیقلی است و به هنگام لمس کردن آن گویی صفحاتی از ابریشم لمس می شود. چینی ها از این نوع کاغذها در آن زمان برای نوشتن پرونده های مهم استفاده می کردند. نسخه قرآن مذکور در 25 جوان 5 تیر ماه به ارزش 600 هزار تا 900 هزار پوند انگلیس در یک مزایده آثار هنری در لندن عرضه خواهد شد.